سوره بقره جزء 1 آیه 127 تا 134. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. و به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه کعبه را بالا می بردند و می گفتند پروردگارا از ما بپذیر، همانا که تویی شنوای دانا. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك و ارنا مناسکنا و تب علینا انك انت التواب الرحیم. پروردگارا ما را فرمانبردار خودت قرار ده و از فرزندان من امتی فرمانبردار خود پدید آور و طرز عبادت من را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر، به درستی که تو توبه پذیر مهربانی. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و آنان را پاکیزه کند، همانا که تو پیروزمند حکیمی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. و چه کسی از آیین ابراهیم روی گردان خواهد شد جز کسی که خود را به نادانی و سبکسری افکند، و به درستی که ما او را در دنیا برگزیدیم و همانا او در آخرت از شایستگان است. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. آنگاه که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو، گفت برای پروردگار جهانیان تسلیم شدم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإبراهيم ويعقوب فرزندان خود را به این آیین سفارش کردند. ای فرزندان من، خداوند این آیین را برای شما برگزیده است، پس نمیرید جز این که مسلمان باشید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون. آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ آنگاه که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را می پرستید؟
گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را می پرستیم و ما تسلیم او هستیم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آنها امتی بودند که در گذشتند، برای آنها است آنچه که کسب کرده اند و برای شماست آنچه کسب کرده اید، و از آنچه آنان می کردند شما پرسیده نمی شوید.